از لحظه تولید واکسن چقدر زمان میبره تا واکسن در ایران و افغانستان توزیع بشه؟ آیا اگر فرمول ساخت واکسن به دست ایران برسه، ایران میتونه تولید انبوه اون رو انجام بده؟ من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه، و در این قسمت دوم مصاحبه با دکتر ستایش بقیه سوالهای شما در مورد واکسن رو خواهیم پرسید. دکتر حمیدرضا ستایش، خوش اومدید به این برنامه. سپاسگزارم. حسین از مشهد پرسیده که از لحظه تولید واکسن چقدر زمان میبره که این واکسن توزیع بشه و به دست ما برسه؟ خط تولیدهای موادی که ما بهش میگیم بیولوژیکال، که واکسن ها عمدتاً اونها هستن، خیلی خیلی پیچیده هستن. ولی کوچکترین تغییری در دما و شرایط محیطی و اون جایی که این واکسن ها توش تولید میشن و یک تغییر بسیار بسیار کوچک میتونه کل پروسه رو به هم بریزه. ما تعداد جاهایی که میتونن واکسن رو در مقیاس وسیع تولید بکنن تو دنیا خیلی محدود هستن. شاید براتون عجیب باشه، ما حدود الان در سال حدود 500 میلیون دوز واکسن می‌خریم و توزیع می‌کنیم در دنیا، فقط برای کشورهایی که تحت پوشش گوی هستن، تحت پوشش اتحادیه جهانی ایمنسازی هستن، که کشورهایی هستن که کشورهای فقیرتر هستن و شامل ایران نمیشه، ولی شامل تاجیکستان و افغانستان و پاکستان و کشورهای بعضی از کشورهای تحت پوشش شما میشن. از این 500 میلیون دوزی که ما واکسن می‌خریم، فقط از 17 تا کارخونه در دنیا این تامین میشه، که بقیه جاها اصلا توان تولید این رو ندارن. و اینکه ما بتونیم این واکسن حالا کرونا رو که الان نیاز جهانی بالای میلیارد دوز هست، یعنی الان صحبتی که میشه اینه که ما می‌خوایم تقریباً همه دنیا رو ایمن بکنیم در برابر اون، اصلا ظرفیت تولیدی که تو دنیا وجود داشته باشه الان نیست. و این یکی از نگرانی‌های ما هست که کارخونه‌های کوچیک‌تر که خب بیشترشون تو کشورهای پیشرفته هستن، بخوان واکسن تولید کنن و فقط در اختیار مردمان اون کشورهایی که میتونن هزینه بالاتری بدن یا تعدادشون کمتر از قرار بگیرن. این یه نگرانی بزرگ ماست. وکیل احمد از هرات پرسیده که حتی اگه این واکسن بعد از 18 ماه ساخته شد، آیا مثل واکسن فلج اطفال نمیشه که کشورهای پیشرفته اول از همه بهش دست پیدا کنن؟ خب سازمان بهداشت جهانی عضوی از ما هست، عضوی از اتحادیه ایمنسازی هست، هم با یونیسف و صندوق کودکان سازمان ملل، بانک جهانی و بنیاد گیتس، ما همه با هم در قالب اتحادیه عمل میکنیم. هدف همه ما این هست، ولی خودش دشواری‌های بسیار زیادی داره. من اینو عرض کردم خدمتتون که تازه برای کشورهایی که ما تحت پوشش داریم این موضوع عملی تر هست. در کشوری مثل ایران که در بین دو طیف قرار میگیره این خیلی مشکل تر هست، به خاطر اینکه دسترسی ها خیلی محدودتر میشه و قیمت های واکسن ها خیلی بالاتر میره. ما برای افغانستان این امکان رو داشتیم که واکسن‌ها رو بسیار بسیار ارزان تهیه بکنیم و در اختیار همین مردم قرار بدیم، و من فکر می‌کنم باید تصحیح کنم نظر مخاطبتون رو که اینطور نبوده و افغانستان دسترسی داشته به واکسن‌هایی که بسیار با کیفیت هستن و مثل کشورهای دیگه در اختیار افغانستان هم قرار گرفته، هر کدوم که خواسته که تو سیستم بهداشتیش استفاده کنه. اینکه یه سری افراد استفاده نمی‌کنن از واکسن مثلا فلج اطفال در بخشی از افغانستان مسئله بهداشتی نیست، مسئله است که اون مثلا گروه های طالبان نمیخوان بذارن که دسترسی باشه به اون واکسن. دکتر ستایش، شما گفتید که ایران چون کشور فقیری نیست، زیر مجموعه اتحادیه جهانی واکسیناسیون قرار نمیگیره واسه توزیع واکسن. آیا فرمول واکسن رو بعد از تولید در اختیارش قرار میدید که از داخل خودش واکسن رو بتونه تولید کنه؟ تولید واکسن پیچیده‌تر از این حرفا هست که فقط یه فرمولی باشه که در اختیار قرار بگیری. اطلاعات مربوط به تولید و روش‌های تولید الان همشون در اختیار همگان قرار گرفتن و فعلا همه چیز رو شما می‌بینید. اینکه آیا ایران خواهد تونست این واکسن رو در داخل کشور تولید کنه به عوامل متعددی بستگی داره، که خب تحریم‌ها واقعا حقیقتش اینه که روی این خیلی تاثیر گذاشته. واکسنی که قبلا ایران تولید می‌کرد بعدش رو ما تا جایی که در جریان هستیم دیگه نمی‌تونه تولید بکنه، و به خاطر اینکه تولید واکسن و تولید سلاح‌های بیولوژیک همه در واقع از یک مکانیزم شبیه به هم تبعیت می‌کنن و یکسان هستن، یه مقدار محدودیت بیشتر ایران داشته. ولی امیدواریم که اگر این واکسن تولید بشه در اختیار همه کشور از جمله ایران هم قرار بگیره. یعنی در واقع باید خریداری کنه. بله، احتمال زیاد باید خریداری بشه. ما سیستمی که اتحادیه جهانی واکسیناسیون داره اینه که همه چیز رو به رایگان در اختیار نمیگذاره و ما از هر کشوری که حتی از فقیرترین کشورها میخوایم که یک بخشی از هزینه ها رو تامین بکنن، و هدفش این هست که در دراز مدت اون کشور ارزش اون محصول رو بدونه و بتونه روش سرمایه بذاره. برای این به عنوان 100% رایگان در اختیار هیچ کشوری قرار نمیگیره. مشکان سوال کرده تا منتظر واکسن هستیم، آیا میشه از تکنیک های درمانی دیگه استفاده کرد، مثلا سرم از کسایی که ویروس رو گرفتن و بهبود پیدا کردن؟ البته الان روی اون روش هم داره کار میشه. توی ایران هم ما 5 تا دانشگاه رو میدونیم که اجازه استفاده از پلاسما فرزوس گرفتن و
روش موثریه، اینکه تو چه مقداری بشه استفاده کرد ازش و حالا در مورد کرونا چه موثر باشه کاری که داره میشه، ولی اینم یه مشکلی که اینجور روش های درمانی دارن، بسیار گرون هستن، بسیار محدود هستن و اگه ما با ده ها هزار نفر در طرف باشیم که بیمار میشن مثل موج اولی که اومد و هنوز هم برطرف نشده، این روش ها متاسفانه نمیتونن جواب بدن به حجم وسیع نیازی که تو جامعه ایجاد میشه. دکتر ستایش، میدونیم که واکسن کرونا با یک بار زدن بدن رو ایمن میکنه، یا مثلا مثل واکسن سرخک هست یا واکسن سگانه که چندین بار باید زده بشه؟ نه هنوز نمیدونیم و اینا توی همون فازهای بالینی مشخص میشن. خیلی از واکسن ها با یه بار تزریق نمیتونن که یک اولا به 100% ایمنی نمیدن، ممکنه 50-60-70% ایمنی توی جامعه که تزریق میشه بهشون بدن و این دراز مدت نخواهد بود در خیلی از واکسن ها. چقدر عملی هست که تمام اقشار جامعه و کل جمعیت رو بخوایم واکسینه کنیم؟ خیلی دشوار هست. این یکی از مشکلاتی است که الان ما بهش فکر میکنیم. ما معمولا اون بستری که داریم برای ایمن سازی بستر کودکان زیر 2 سال و حتی زیر 1 سال هست تو بیشتر کشورها. حتی زیر 2 سال که میرسیم مشکل تر میشه. وقتی که میخوایم واکسنی مثل واکسن ویروس پاپیلوم انسانی رو برای نوجوان استفاده میشه نگاه بهش بکنیم میبینیم دشوارتر میشه، و وقتی که میایم واکسنای بزرگسالی رو مثل واکسن آنفلانزا رو که بر افراد مسن‌تر استفاده میشه میبینیم محدودتر در اختیار قرار میگیره. ما در حال حاضر اون بسترها رو نداریم و بعد همه اینا ساخته بشه. دکتر ستایش، شما خودتون چقدر خوشبین هستین؟ چون الان چند دهه است که برای HIV هنوز واکسن تولید نشده. چقدر فکر میکنید این تلاش ها موفقیت آمیز خواهد بود؟ من خیلی خوشبینم برای این ویروس کرونا. واکسن رو ما تقریبا مطمئنیم که به زودی خواهیم داشت. ببینید این مشکل فقط این ویروس هم نیست. من قبلا هم فکر کنم یکی از این برنامه ها بهش اشاره کردم. ما فقط از انواع ویروس کرونا، فقط خانواده کرونا، به 30,000 نوع ویروس کرونا داریم. که خب بیشتر اینا توی حیوانات هستن و پرندگان هستن، ولی ممکنه که هر کدوم از اینها بتونن جهش پیدا کنن و به انسان‌ها منتقل بشن. یعنی این چیزی نیست که ما بتونیم برای همه اینها آمادگی داشته باشیم و برای همه اینها بتونیم واکسن داشته باشیم. این نیاز به یک عزم جهانی داره، به این بسترسازی‌هایی که حالا برای این ویروس داره ازش استفاده میشه که آماده باشیم اگر احیاناً در هر سال 2 سال 5 سال آینده مشابه این اومد بتونیم سریع پاسخ بدیم و جلوی مرگ و میر بشری رو بگیریم. دکتر ستایش خیلی ممنون ازتون. شما هم سوالای خودتون رو در مورد کرونا با هشتگ از ما بپرس به پیامگیر تلگرام ما بفرستید @BBC شما.